زنان در ولایت هرات. یک مرد گوش و بینی خانم جوانش را برید. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات با تایید این خبر میگوید شوهر این خانم معتاد به مواد مخدر بوده و فعلا تحت تعقیب پلیس قرار دارد. با این حال این خانم میگوید شوهرش پاهای دختر خردسالش را نیز با ریختن آب داغ سوختانده است. این هم یک گزارش تکان دهنده از خشونت علیه زنان در ولایت هرات. یک مرد گوش و بینی خانم جوانش را برید. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر در ولایت هرات با تایید این خبر میگویند شوهر این خانم معتاد به مواد مخدر بوده و فعلا تحت تعقیب پلیس قرار دارد. با این حال این خانم میگوید شوهرش پاهای دختر خردسالش را نیز با ریختن آب داغ سوختانده است. شرح بیشتر این ماجرا را از همکارم فؤاد احمدی از ولایت هرات میبینید و میشنوید. به گفته مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در حوزه غرب افغانستان، چند ماه گذشته نیز یک خانم در ولایت غور گوش بینی و لب‌های آن از سوی شوهرش پس از بروز مشکلات فامیلی بریده شده بود. غلام نبی اکاگ رئیس این کمیسیون میگوید روز یک شنبه یک خانم جوان در ولایت هرات که گوش و بینی آن از سوی شوهرش بریده شده بود به شفاخانه جهت تداوی انتقال داده شد. وی میگوید شوهر این خانم که معتاد میباشد 3 ماه پیش نیز به دلیل خشونت علیه خانمش از سوی مراجع زیرسلا به 3 ماه حبس محکوم گردیده بود. بینی بر بزن خو کشید، بینی که دید که خونه برخ من بفتادم، کار دومن داخل گوش مر غلام کرد، گوش مر ببرید و بجست در رموزی رو بالی مغلفه گنداخ. این خانم مدی است پاهای دختر خردسالش نیز از سوی شوهرش با ریختن آب داغ سوخته است. وی میگوید در جریان 12 سال زندگی همراه شوهرش بدترین شرایط زندگی خود را سپری کرده است. وی از دولت و نهادهای مدافع از حقوق زنان خواست تا زمینه طلاق وی از شوهرش را فراهم کنند. این واقعه در حالی به وقوع پیوسته است که روز سه‌شنبه از روز جهانی حقوق بشر در ولایات حوزه غرب کشور تجلیل گردید. با اینکه مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر از وضعیت زنان در ولایت هرات اظهار نگرانی می‌کنند، اما نهادهای مدافع از حقوق زنان در این ولایت مدعی هستند که طی سال جاری میزان خشونت نسبت به سال گذشته 50% کاهش یافته است. احمد فواد احمدی، تلویزیون آریانا، هرات.